حکم پشتگرمی، احساس افتخار، احساس اینکه چه آینده پرشکویی در انتظار خودمون و خلقمون با چنین پشتیبانانی هستش. البته شما تو جریان هستین، رژیم هیچ وقت دست از توطئه بر نمی‌داره. به خصوص نمی‌دونم تو ایام اخیر این خبری رو که این مزخرفاتی رو که رژیم و ایادیش به راه انداختن در رابطه با برادرانمون که گروگان گرفته شدن، که گویا اینا کارت و هویت نداشتن، نمیدونم اینها اقامت قانونی نداشتن توی عراق، اینها دست و پا زدن‌های خیلی مذبوحانه ایه که دشمن مثل غریقی که گیر کرده به هر چیزی متشبث میشه برای اینکه خودش رو خلاص بکنه از این بحرانی که گلوش رو گرفته و گریبانگیرش شده، به این چیزا دست پا میزنه. بنابراین خب همه مشخصه، همه این برادرانی که الان توی اسارت هستن خب کارت هویت داشتن، کارت ویژه نیروهای حفاظت شده از طرف نیروهای امریکایی رو داشتن. بنابراین اینا هیچ چیزی نیست جز بیان درموندگی و ذلت دشمنی که از هیچ چیزی نتونسته طرفی ببنده، به این چیزا متوسل شده و داره دست و پاهای آخرش رو میزنه. من مطمئنم که حتما با این تلاش ها، با این مقاومت و با این پایداری حتما میتونیم صبح صادق رو برای خلقمون برمقام بیاریم و به اون نتیجه مطلوب برسیم. خیلی خیلی تشکر میکنم، خیلی خیلی ممنون هستم و خدا پشت و پناهتون باشه. از همینجا درود میفرستیم به همه اون اشرفی ها و براشون آرزوی موفقیت میکنیم. شما، من یک مقاله رو میخوندم از محمد علی یوسف که یک نویسنده و پژوهشگر عراقی هست. عنوانش این بود: جنایتی علیه بشریت فراتر از بربریت. اینطور نوشته، میگه که سابقه نداشته که عرب در تمامی تاریخ خود میهمانشان را بکشند و به او اهانت کنند و او را مورد تعرض قرار بدهند و اموالش را غارت کنند. ای وای از این ننگ، و ننگ بر آنان باد. باز اینطور میگه که با وجدانی بیدار و خردی آزاد معتقدم که وظیفه من و همه وجدانهای بیدار و خردهای آزاد در جهان است که برای آزادی 36 گروگان روبوده شده از اشرف توسط نیروهای عراقی به پا خیزیم و برای پایان بخشیدن به درد و رنج اشرف و ساکنان آن تلاش کنیم. مایم اگه موافق باشه تو این قسمت بشنویم صحبت‌های عبدالرضا شجاعی، یکی از خانواده‌های گروگان‌های اشرفی رو. با سلام خدمت مردم قهرمان ایران که در مبارزشون علیه رژیم آخوندی نشون دادن که حتی با دست خالی هم جلوی یک رژیم وحشی و بیقانون میتونن بایستن، اونو به جایی برسونن که مثل کسی که داره غرق میشه و هر خس و خاشاکی چنگ میزنه تا شاید چند سبایی با عمر و ننگین خودش به این رژیم پابگورش ادامه بده. همینطور سلام و درود دارم خدمت اشرف نشانها، مردم باقیرت، ایرانیای باقیرتی که در چهار گوشه جهان با به نمایش گذاشتن غیرت خودشون، با مایه گذاشتن از جون و حیات و هستی خودشون، با دست دادن به تحسن و اعتصاب قضای قهرمانانه به حمایت از اشرفی‌ها برخواستن و از اونها حمایت کردن. من یکی از اقوام محسن شجاعی، یکی از 36 اشرفی به گروگان گرفته شده هستم. محسن روز سه‌شنبه 6 مرداد از جلوی درب قرارگاه اشرف با ضرب و شتم زدن اونو گرفتن، همراه با 35 اشرفی دیگه که جمع میشن 36 نفر. از همون روز اول که اونا رو بردن، اینا دست به اعتصاب قضا زدن که الان حدود 40 روزه اینا در حالت اعتصاب قضا و در شرایط سختی بکار به سر میبرن. در اعتصاب قضا اونا توی زندان شهر خالص نگه داشتن در حالت اعتصاب قضا در شرایط سخت زیر تحت شرایط عراق که میدونی هوای بالای 50 درجه، در چند تا در یک دونه بنگال بدون کولر، با شرایط سخت، با دست بسته، همراه با زدن و ضرب و شتم و شکنجه.
به طوری که دستاشون بسته بود، حتی برای نماز خوندن هم مجبور بودن با دست بسته نماز بخونن. و تا جایی که من اطلاع دارم وضعیت مناسبی نداشتن. من به جد نگران وضعیت و حال این بچه ها هستم و مسئولیت هر اتفاقی که برای این بچه ها بیفته به عهده شخص نوری مالکی نخست وزیر عراقه. نوری مالکی که دست به این جنایت علیه بشریت زد و خودش این مسئله رو دنبال کرد، در کجای دنیا دولتی که ادعای دولت قانون بودن میکنه مسلحانه به نفرات بی‌سلاح بی‌دفاع و حفاظت شده با اسلحه به صورت وحشیانه حمله میکنه؟ این یک جنایت علیه بشریت، رو بودن افراد حفاظت شده جنایت علیه بشریت، نگهداری گروگان‌ها در حال اعتصاب قضا این یک جنایت آشکاره، یک جنایت دیگه است. جلوگیری از دسترسی اونا به وکیل یه جنایته. به چه حقی دولت عراق از ورود وکلای این گروگان‌ها جلوگیری میکنه؟ به چه حقی حکم قاضی دادگاه شهر خالص، شهر عراقی رو که فرمان آزادی اونا رو صادر کرده قانون نقض میکنه، اونا رو آزاد نمیکنه؟ خیلی واضحه که در این پرونده این دولت تحت امر ولی فقیه خوناشام ارتجاعه. این بیقانونی ها، این اعمال ضد بشری مو به مو تحت فرمان، تحت دستور پاسدار کاظمی قومی که سفیر رژیم تو عراق در بغداد هست، تو بغداد نشسته، سرنخ تمام جنازه که در عراق انجام میشه دست اوه، اون مسئوله، اون دست اونه، اون انجام میده. همینطور دولت آمریکا من مسئول میدونم اگه هر فاجعه انسانی رخ بده، چون اون با تک تک این بچه ها، با تک تک اشرفی ها، از جمله 36 گروگان قرارداد مشخص امضا کرده. الان یک طرف زیر قرارداد زده، قرارداد نقض کرده، زیر پا گذاشته این قرارداد رو. هر اتفاقی بیفته اونها هم مسئولن در برابر مراجع بین المللی، در برابر حقوق بین الملل باید پاسخگو باشن. خود مسئولین آمریکا حداقل یه نگاهی به تیتر روزنامه خودشون بندازن تا ببینن عقب‌نشینی از تعهدات در قبال اشرفی ها چطور منعکس شده. یک نوع باج دادن به فاشیسم مذهبی به حساب اومده، سکوت و سرخم کردن در برابر فاشیسم مذهبی. آقا تا کی؟ به چه قیمتی؟ چرا قیمت رو از خون جوانان ایرانی به اشرفی ها میدی؟ در پایان صحبت هم میخواستم به یه بار دیگه به هموطنان عزیزم که در اعتصاب قضا یا در تحصن هستن درود بفرستم، بگم شما با نمایش این همبستگی که از سراسر ایران تا سراسر جهان جریان داره نشون دادین که مردم و مقاومت ایران قدرت بزرگی رو تشکیل میدن که با هر زد و بند و مماشاتی غلبه خواهند کرد و حق مردم و حاکمیت مردم، حاکمیت خودشونو به کرسی خواهند نشون و پیروز خواهند شد. پیروز باشید.